در حال حاضر کار روی سب استیشن 500 کیلوولت در منطقه ارغندی کابل به سرعت جریان دارد تا پیش از رسیدن لین آن تکمیل شود. حالا سرپرست وزارت انرژی و آب با رئیس یک شرکت هندی در مورد تسلیم دهی این سب استیشن گفتگو کرده است. عبداللطیف منصور به مسئولان این وزارت دستور داده تا برای تحویل و چگونگی انتقال ترانسفرمرهای سب استیشن آمادگی لازم را بگیرند. د برقی وسایلو د نصبولو چارې به له هغې وروسته شروع کیږي. د یادونې وړ ده چې د 1500 کیلو ولت لږمزي د ارغندی د سبسټیشن په شمول د نورو څلورو سبسټیشنونو او همداراز د شبکې د پراختیا د پروژو په شمول ټولې پروژې به انشاءالله د 2 کلونو په دننه کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به سپارل کیږي. با تکمیل کار سب استیشن ارغندی و وصل شدن لین آن، برق کابل و 12 ولایت دیگر تامین خواهد شد، اما تکمیل کار این پروژه 2 سال را در بر میگیرد. ظرفیت این لین در حدود 1000 مگاوات برق است که میتونه برق ترکمنستان را و ازبکستان به کابل مستقیم انتقال بده و از کابل میشه بود بر طرف های ولایت های مشرقی و جنوبی و تا خود مرکزی را برقش تامین کنه. از او خاطر بسیار مهم است که پروژه چه زودتر تکمیل شود، نه تنها به خاطر رشد اقتصاد افغانستان بسیار مهم است پروژه، به خاطر بهبود وضعیت برق افغانستان و ختم پرچاویا این پروژه بسیار حیاتی است. به باور آگاهان هرگاه کار پروژه انتقال لین 500 گیگاولت ترکمنستان تکمیل شود، حدود 1000 مگاوات برق دیگر وارد افغانستان می شود و این برق تا جای مشکلات مردم را در پایتخت و ولایت‌های دیگر حل خواهد کرد. مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د افغانستان زیاته برخه انرژي د ګاونډي هیوادونو څخه تامینېږي او کله چې دغه ګاونډي هیوادونه په خپل هیواد کې دننه انرژي ته او برېښنا ته اړتیا وي، نو هغه انرژي چې افغانستان ته انتقالېږي هغه خپل هیواد ته راګرځوي او معمولا د افغانستان زیات برخې د افغانستان د خلکو کورونه او صنعتي مرکزونه فابریکات د برېښنا د کمښت سره جدي مخامخ کیږي. افغانستان با وجود که منابع وافر در بخش تولید برق دارد، اما بخش بزرگ برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و سالانه بیش از 300 میلیون دلار را به کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ایران و ترکمنستان پرداخت می کند.